عنایت الله از کابل. من در نمازهایم بدون این که از آن را بخوانم تنها به خواندن اقامه اکتفا می کنم. آیا نمازهای من درست است یا خیر؟ بله، نماز شما صحیح است. منتها اگر از آن و اقامه یا از آن ترک شود در از آن در نماز، فقط انسان از ثواب محروم میشه. این ثواب نماز کم میشه و الا نماز انسان صحیح واقع میشه، اشکال نداره. عقیل از غزنی، آیا انسان در نماز جماعت در حال قیام امام میتواند اقتدا کند؟ سوال دوم، اگر انسان شک کند که امام در رکعت اول و دوم است یا در رکعت سوم و چهارم میتواند با او اقتدا نماید؟ سوال سوم، اگر انسان به امام جماعت اقتدا کند به گمان این که در رکعت اول یا دوم است، قرائت را نخواند و بعد متوجه شود که امام در رکعت سوم است، حکمش چیست؟ بله، انسان میتواند که در حال قیام پیشنماز به پیشنماز جماعت اقتدا بکنه، منتها فرق میکنه. اگر امام در رکعت اول و در رکعت دوم هست، انسان اگر اقتدا بکنه در این صورت برای شخص دیگر خواندن قرائت لازم نیست، همون اقتدا میکنه، قرائتشان رو نمیخونه، قرائت به گردن پیشنماز هست. اما اگر در رکعت سوم یا در رکعت چهارم امام قرار داره، پیشنماز داره، رکعت سوم و رکعت چهارم رو میخونه، در این صورت انسان میتوانه به پیشنماز در حال قیام اقتدا بکنه که مطمئن هست اگر من اقتدا بکنم دیگه قرائت رو میتوانم بخوانم، اینجا میتوانه اقتدا کنه، باید قرائتشان رو بخونه. حالا قرائت اگر حمد و سوره رو هر دو رو میتوانه بخونه، هر دو رو بخونه. اگر تنها حمد رو میتوانه بخونه اما سوره رو خوانده نمیتوانه، در این صورت فقط حمد رو بخونه، سوره رو نخونه. اما اگر حمد رو هم نمیتوانه تکمیل بخونه، در این صورت امون مقداری که از حمد رو میتوانه بخونه، امون مقدار رو بخونه، مابقیشان رو قطع کنه و خود رو به امام در رکوعشان برسانه تا اینی که از رکوع امام پس نمانه. اگر انسان شک داشته باشه که امام در رکعت اول هست یا در رکعت دوم، در رکعت سوم هست یا در رکعت چهارم، در این صورت باز هم میتوانه که صبر کنه، میتوانه صبر کنه تا امام به رکوع برسه، وقتی که در رکوع رسید اقتدا بکنه. اما اگر این صبر نکنه، در امو حالت قیام بازم میتوانه که به پیش نماز اقتدا بکنه، منتها وقتی که اقتدا کرد باید قرائت نماز را هم خودش بخونه. این قرائت نماز را وقتی که میخونه باید به نیت جزء نماز نخونه، یعنی حمد را وقتی میخونه، سوره را وقتی میخونه، به نیت سوره نماز، به نیت حمد نماز نخوانه، بلکه به صورت قربت مطلقه بخوانه. یعنی در خواندن این حمد و سوره فقط قصد قربت داشته باشه، نیت جزئیت نماز رو نداشته باشه. بعدا اگر معلوم شد که امام در رکعت دوم و سوم بوده، خب این با وظیفه خود عمل کرده. اما اگر معلوم شد که امام در رکعت اول بوده یا در رکعت دوم بوده، در این صورت دیگر این قرائتی که ایشان خوانده به صحت نمازشان ضرر وارد نمیکنه، چون قرائت را به نیت جزء نماز نخوانده بوده. اگر انسان وارد مسجد شود میبینه که جماعت برپا هست و امام هم در حال قیام هست داره نماز میخوانه، خب و این هم اطمینان پیدا بکنه که امام داره رکعت اول رو مثلا میخونه، یا اطمینان پیدا بکنه، یقین پیدا بکنه که امام در رکعت دوم نماز قرار داره و یه آقا هم به می اعتقادی که امام در رکعت اول هست یا در رکعت دوم هست به امام اقتدا میکنه و قرائتشان رو هم نمیخونه، چون انسان در رکعت اول دوم اگر اقتدا بکنه، در این صورت دیگر قرائت از گردن مأموم ساقطه و هم به امی فکر که امام در رکعت اول و دوم هست دیگر قرائت رو نمیخونه، بعد متوجه میشه که امام در رکعت اول و دوم نبوده. در اینجی اگر بعد از رکوع متوجه شود که امام در رکعت اول و دوم نبوده، بلکه رکعت سوم رو داشته میخونده یا رکعت چهارم رو داشته میخونده، در این صورت اشکال نداره، جماعتشان صحیح هست، اینی که قرائت رو هم نخونده ای ضرر وارد نمیکنه.
اما اگر پیش از رکوع رفتن امام، پیش از اینی که امام به رکوع بره، متوجه شود که امام در رکعت سوم یا در رکعت چهارم بوده و یه اشتباه کرده بوده که امام در رکعت اول و دوم هست. در این صورت اگر این وقت داره برای خواندن حمد و سوره، باید هم حمد را بخوانه فوراً و هم سوره را بخوانه، بعد با امام به رکوع بره. اگر فقط وقت برای خواندن حمد داره اما وقت برای خواندن سوره نداره، در این صورت فقط حمد را بخوانه، سوره را نخوانه، با امام به رکوع بره و امام را در رکوعشان گیر بکنه. اما اگر این برای خواندن حمد هم تکمیل وقت نداره، حمد رو میتوانه که نصفه بخوانه یا یک ثلث حمد رو بخوانه اما تکمیل نمیتوانه بخوانه، در این صورت عموم مقداری که میتوانه حمد رو بخوانه، به عموم مقدار حمد رو بخوانه، فاتحه رو بخوانه، مابقیشان رو رها کنه و خود رو به رکوع به امام برسانه. و گرچه در امی صورتی که نمیتوانه حمد را به تمامی بخوانه، احتیاط مستحبی هست که نیت فرادا بکنه و نماز خود را به صورت فرادا انجام بده، دیگه از حالت جماعت خارج شود. مصطفی صوفی از اروزگان: اگر انسان وضو بگیرد و بعد حمام کند، با موهای تر میتواند نماز بخواند یا خیر؟ خدمت شما عرض بکنم که قبل از وضو باید محل مس هم پاک باشم خشک باشه و همچنان صورت و دست، یعنی تمام اعضای وضو هم پاک باشم خشک. بنابراین اگر اول محل مس تر هست، در این صورت نمیتوانه انسان وضو بگیره. اگر در او حالت هم وضو بگیره، وضوی او باطل خواهد بود. ولی اگر اول وضو گرفته، وضو را تمام کرده، بعد از اینکه وضو تمام میشه، حالا رفته حمام میکنه یا پای خودش را میشویه، سر خودش را میشویه، به هر حال بدنش تر میشه. در این صورت اگر مبطل دیگر پیش نیامده، وضوی او صحیح واقع شده، وضوی او باطل نشده و میتوانه با همان وضو نماز خودش را بخوانه. اشکال شرعی نداره، نمازش انشاءالله صحیح واقع میشه. خانم بی‌نظیر از بامیان: اگر نمازگزار در حال نماز خونبینی شود، وظیفه‌اش چیست؟ اگر نمازگزار در هنگام نماز خواندن خون بینی شود و این خون از بینی بیرون بیاید و این قسمت‌های ظاهر بینی را هم آلوده کنه، یا چه بسا روی دستشان بیفته این خون، یا ممکنه روی لباسشان بیفته، خب در این صورت این سبب بطلان نمازش میشه. اما اگر فقط این خون داخل بینی بمانه و بیرون نشود، انسان متوجه میشه که دماغشان خون شده ولی داخل بینی هست، از بینی بیرون نیامده، در این صورت سبب بطلان نماز نمیشه.